این اصول نامک خلاصه آن نو ماده می شود از سوی سازمان ملل، آمریکا، ترکیه و قطر به های گفتگو کننده صلح دو طرف سپرده شده است و از آن به عنوان اصول نامین نشست ترکیه نام برده شده است. در این اصول نامه به آتش بس دایمی و فراگیر، مشارکت سیاسی در توافق به اساسات اسلامی، ایجاد اداره معقد، انجام کارهای مشترک به دور از تقابل برای سرعت بخشیدن روند سال، حمایت از حقوق بشری تمام افغانها ها بدون تبعیض حقوق مساوی برای همه شهروندان روی دست گرفتن برنامه های اقتصادی و انکشافی متوازن و اجازه فعالیت برای کارمندان بشر دوستانه در سر و سر کشور، حفظ روابط دوستانه افغانستان با کشورهای منطقه و جهان و تبدیل نجدان افغانستان به پناگاه های تروریستان و اساس وعدت ملی در افغانستان دین اسلام و انات مردم افغانستان تاکید شده است. اغه طالبانو خوښسته چې اسلامي <applause> نظام دی هغه هم د باندې نو د تر <applause> ته ديره حدا پر دې دا کوشش کوي چې خپل طرحه ملي د نړیوال نامې ګفته شوې ده چې کشورای منطقه او جهان از ورود جنگجوانو خارجي به افغانستان جلوګيري کنند صداي ا جوميه مدني باید شنیده شي یافتهای اونها باید واستاپ پیدا وکنه او موارد توجه <تص قرار بیله این اصولنامه در حقیقت راهکار برای نشست استانبول بوده و طرف ها باید بحث خود را روی امین محور منسجم بسازند.